دهین حین پرستش عزیزان شخصی رو دیدم و به طور خاص قلب این شخص رو دیدم یه قلب دیدم که می تپه ولی پر از جراحاته اینقدر جراحت و شکستگی این قلب زیاد بود که به بیرون این دیده میشد یعنی ورم کرده بود ملتهب شده بود این زخم و خیلی قوی اینو دریافت کردم که قلبی هست اول فکر کردم همین فیزیکیه ای که هست که قلبش درد میکنه قلب درد داره از نظر فیزیکی ولی بیشتر احساس کردم از نظر روحی احساسی آسیب سختی خورده و مدت هاست با این جراحات داره زندگی میکنه این جراحات دیگه ملتهب شده و خداوند امروز میخواد شفا بده خدای شفا دهنده امروز میخواد این قلب رو به طور خیلی عمیق شفا بده که به طور خاص و عمیق امسال شادی کریسمس رو این شخص حجر رو بکنه آمین بسیار خوشحال هستم عزیزان که همراه ما هستید نه تنها در این ساختمون بلکه در هر مکانی از طریق اینترنت با ما خدا رو در این پرستش زیبا پرستش کردین و همینطور با ما همراه هستین تا کلام خدا رو بشنویم با هم دیگه باشه که در نام قدوس عیسی مسیح مکاشفه کلام خدا امروز کلیسای محبوب و عزیزش رو منور کنه تنویر ذهن ببخشه تابان سازه آمین این دومین هفته است که وارد شکوه منترین واقعه تاریخی ادونت شدیم که معنی لغوی آن به زبان لاتین یعنی آمدن ظهور ورود ادونت یادآور آمدن خداوند ما عیسی مسیح به عنوان مسیح های موعود که دو هزار سال پیش در شهر بیت لحم مثل یک نوزاد چشم جهان گشود و همچنین ادونت یادآور آمدن سانوی خداوند ما عیسی مسیحه همینطور ادونت یادآور سلطنت و پادشاهی خداوند ماست که به قول اشعیا سلطنت او خواهد آمد سلطنتی که بینهایت و انتهایی نخواهد داشت فصل ادونت از زن، فصل انتظاره انتظاری که ریشه در گذشتگان دور داشته انتظاری که قوم اسرائیل برای آمدن یشوع، ماشه به معنی تنها نجات دهنده مس شده تنها نجات دهنده مس شده عالم بشریت اسرائیل سالیان سال منتظرش بود و همینطور انتظار آمدن دوباره خداوند ما عیسی مسیح روشن کردن این شمع ها سمبول های این انتظاره که فکر می کنم سال های پیش اگه نگاه کنید تو یوتیوب خیلی جامع راجبش صحبت کردم همینطور رومینا جانم همینطور هفته پیش امیدوارم که امروز با انتظاری مقدس در این فصل انتظار اینجا با ما باشین همینطور عزیزانی که از طریق یوتیوب ما را همراهی میکنن ما مسیحیان عزیزان توجه خاصی به این تاریخ خاص داریم چرا که بنیاد ایمان ما ریشه ایمان ما در این تاریخه تاریخی که در اولین وهله بر واقعی شکوهمند تولد عیسی مسیح خداوند تولد ایسایی که حیاتی عجیب رو به بشریت به ارمغان آورد که پسر خدا از آن جسم گردید و در زمان و مکان زندگی کرد نه فقط زندگی کرد بلکه در تاریخ تاثیر عمیق و به سزایی بر جا گذاشت فصل ادونت فصل انتظار همطور فصل پادشاهی هم بش اشاره میشه که چندین پیام مهم و حیاتی رو میخواد کلیسای خداوند بشنوه که ما در این وقت محدود فقط به گزینه ای از اون میپردازیم اولین پیام فصل ادونت به ما یادآوری میکنه که خدا آسیب پذیر شد خدا انسان شد از خدا با یک حرکت محبتانه با یک نگاه پر از ایمان به طرف انسان حرکت کرد میتونید تصور کنین؟ خدایی که به خاطر یک قلیان وجودی محبت در خودش اون محبتی که نسبت به مخلوقش داره مخلوقی که لبریز از زوال و نیستیه این محبت در او به قلیان اومد و به طرف انسان حرکت کرد تا او رو عزیزان در جاودانگی خودش سهیم بسازه ما از نیستی به هستی بیاره ما رو در آغوش پر مهر پدر بکشه تا ما هم چون او دوباره جاودانه باشیم باور میکنین این حقایق پیام شگفتانگیز بر پر رمز و راز ادونت به ما میگه عزیزان خدایی که ما میپرسیم خدای فلسفه نیست خدای ادیان نیست که برا و منزه از تاثیر پذیری باشه فقط اون بالا در آسمان هفتم نشسته باشه و با خلقت دردمند خودش بیگانه باشه او هرگز خدایی نبوده و نیست که فرمان بده به خاطر پیامبرانی که من میفرستم منو باور کنید اگر اعمال صالحه اگر خیرات و حسنات انجام بدین احتمالا روزی شاید اگر خدا بخواهد مورد مخورت و آمرزش خداوند قرار میگیرید بلکه عزیزان او به سمت خلقت خودش حرکت کرد به خاطر اونچه که در خودش جریان داشت خدا محبت نیست این محبت حرکت کرد تا احیا به وجود بیاره در انسان گم شده شفا به وجود بیاره از چی؟ از سرطان گناه گناهی که انسان رو از خدا جدا کرد و تنها و تنها خون گرانبه های ایسای خداونده که میتونه این مشکل عظیم و فجیع گناه و جدایی ما از پدر رو حل و فصل کنه چون گناه عزیزان یک چیز معمولی نیست یک اشتباه نبوده و نیست که ما به وسیله نمونه های خوب بخوایم گناه رو تصحیح کنیم نیست گناه یک جهالت و بیحکمتی نیست که ما بخوایم با تحصیلات و تسهیلات نمیدونم اون رو بخوایم تصحیح کنیم رفع و رجوع کنیم گناه فراموش کردن اعمال صالحه و خیرات نیست که ما با قضای حاجت که من اون زمان ها پر از قضای حاجت بودم با قضای حاجت بخوایم اون رو جبران کنیم گناه یک خطا در عقاید نیست که علمای دین جمع این گناه رو توجی کنن توضیح بدن رومیان باب 6 آیه 23 به وضوح و قاطعانه میگه مزد گناه مرگه اما عطای خدا در عیسی مسیح خداوند حیات جاویده خدایی که نه تنها خودشو در بستر تاریخ آشکار کرد بلکه خودشو در معرض شر و ظلمت گناه قرار داد و در صلیب عزیزان سپر بلای ما از مرض مهلک گناه شد حقیقتا امروز فکر میکردم کدوم انسانی میتونه این واقعی عجیب و سرنوشت ساز رو بخواد توضیح بده ده ها بار پاک کردم و نوشتم هر دفعه که میخواستم جلوتر برم احساس میکنم با یه در بسته روبرو دارم میشم و پولس خیلی قشنگ اینو میگه دوران ادونت وارد شدن به یه دنیا راز و رمز و سره در اول تیموتائوس باب سه آیه 16 میگه به یقین که راز دینداری چه عظیمه که او در جسم ظاهر شد به واسطه روح تصدیق شد فرشتگان او را اعلام کردند او به قوم ها موعظه کرد جهانیان به او ایمان آوردند و او با جلال و شکوه به آسمان برده شد این آیات در ذهن انسانی از آن قابل درکه واقعا یه دنیا رمز و رازه اما از این اما از همون اماهایی که ما رو از حزیز ذلت به اوج عزت میبره اما نه برای آنانی که تشنه و گرسنه خدا هستن رمز و راز نیست بلکه برای آنانی که محکم به نقاب مذهب و تعصب خودشون چسبیدن و با تاسف بخوام بگم همچنان این فصل ادوین و تولد عجیب ایسای مسیح راز باقی خواهد ماند اما برای پیروان حقیقی عزیزان فصلی پر از نور پر از شادی پر از شعف چرا که فصلیه که یادآور پیروزی خیر بر شره آمین یادآور پیروزی نور در دل تاریکیه افرادی که نشینندگان در تاریکی و سایه موت بودند این نور بر دل اون تاریکی رو سوخت کرد یادآور جوشش محبت خدای پدره بر انسانی که پر از عدم کفایت احساس تقصیر و محکومیت من فقط دعا می کردم عزیزان که روح القدس فقط امداد کنه که زشتی گناه بر تک تک ما آشکار بشه چون هر چقدر که زشتی گناه آشکار بشه درخشش خبر خوش نجات تابانتر و بهتر و عظیمتر درک خواهد شد یه آمین جانانه داره یا نه؟ و دومین پیام بسیار امیدبخش بخش ادويند. اینه که عیسی مسیح خداوند نه فقط یک بار در جهان خاکی بر ما آشکار شد فقط یک بار نبود بلکه همچنان همچنان از طریق روح القدس در حال آشکار شدن در دلها و زندگی مومنانشه او فعالانه عزیزان یک بار به ما تولد تازه نداده بلکه فعالانه در حال تولدهای مکرر در زندگی پیروانشه در زندگی فرزندانشه هر بار که کلام میخونی یا ملاقات میشی وقتی نور مکاشفه او به خصوص محبت پایدار او محبت وفادارانه او نیکوی عظیم او بر تو آشکار میشه هر بار که این نور بر تو آشکار میشه تو احساس میکنی که دوباره تولد تازه پیدا کردی نیست؟ چقدر شنیدیم چند سال از ایمانش میره میگه انگار تازه تولد تازه پیدا کردم هر بار که عمیقا شبانی او رو در شرایط سخت میبینی که چطور تو رو احاطه کرده هیچ چی دیگه ازت نمونده دیگه لبه پرتگاهی سقوط کرد تموم کردی تموم شدی ولی محبت شبانی او دوباره جان تو رو بر میگردونه در اون ناامیدی ها در اون ترس ها به طور عمیقتر احساس میکنی آفریده شدی دوباره آفایده شدی دوباره در مسی یه جان تازه یک تولد تازه یک دید تازه یک نور تازه دریافت کردی هر بار که او جان تو رو بر میگردونه و به خاطر نام مقدس خودش به خاطر اون قلیان محبت پدرانو و شبانی خودش تو رو به سمت خودش میکشه تو دوباره و دوباره این تولد تازه رو تجربه میکنی چرا که او فعالانه عزیزان فعالانه اشتیاق داره که خودش عمیقتر عمیقتر آشکار بکنه در قلب عزیزان خودش در قلب پیروان مشتاق و جستجوگر خودش اما سومین پیام فصل ادونت این فصل به طور خاص به آمدن ثانوی مسیح داره اشاره میکنه و کلیسا در این ایام باقی مانده از فرصتی داره که در این دوران آمادگی به سر ببره در این دوران آمادگی کلیسا باید چیکار کنه عزیزان همطور که فاطمه جان اشاره کرد به تفتیش دل خودش بپردازه و در نتیجه این تفتیش فقط تفتیش نمی کنیم. این تفتیش به اعترافات و توبه ها منجر خواهد شد باشه که دعای قلب ما در این زمانهای انتظار در این دوران آمادگی این باشه مثل داوود در مزمور 139 ای خدا مرا تفتیش کن دل مرا بیازما فکرای مرا بدان فکرای مرا بدان ببین آیا راه فسادی در منه ای خداوند مرا به طریق جاودانی هدایت کن ما خیلی عزیزان نیاز داریم، بسیار نیاز داریم که به در این دعا، یعنی این دعا مناجات هر روزه ما باشه. چرا که؟ کیه که خطاهای خودش رو بفهمه؟ کیه؟ نیست؟ مجبور این چند روز فقط دعای من این بوده. کیست ای خداوند که صحبای خود رو بداند؟ کیست که خطایای خود رو بداند؟ کیست که بدونه من خیلی موقع اون خطایایی که آشکار خوب بلدم توبه کنم خوب بلدم اعتراف کنم ولی این مزمور میگه یه چیزای مخفیه و این روزا با تمام قلبم دعا میکنم ای خداوند خادم تو از اعمال متکبرانه و گستاخانه حفظ کن تا از گناه عظیم مبرا باشم و بی عیب نزد تو سالک بشم باشه که سخنان زبانم و تفکر دلم با هم یک جا نه که اینجا حرف میزنم سخنان زبانم اینجاست تفکر ذهنم یه جای دیگه است انقدر شکاف و فاصله است خدای ببخش اگه بر این منبر مقدس بودم و سخنان زبانم و تفکر دلم با هم هماهنگ نبوده ببخش خداوند باشه که سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشه تو ای خدایی که صخره و نجات دهنده من هستی هیچ آدمی نیست عزیزان که متوجه اون خطایای مخفی خودش باشه تا اینکه با حجمی از نور روبرو بشه فقط در مواجه با نور برملا کننده خدا و کلامشه که ما میتونیم تاریکی های وجود خودمون رو ببینیم وگه نه تا آخر عام ما به حق هستیم و ما به عنوان کلیسا نیاز داریم عزیزان که در این سیر و سلوک روحانی در این زمانها در این فصل آمادگی هممون در مقابل خدا موظف هستیم که به سر ببریم فصل آمادگی رو چرا که دوباره عیسی مسیح باز خواهد گشت آمین این امید مبارک این امید شادی بخش دوباره نه فقط در آمدنش دو هزار سال پیش دوباره در میان آدمیان خیمه خواهد زد مکاشفه داره میگه و تمامی تحولات و رویدادهایی که در جهان کنونی ماست ناقوس آمدن عیسی مسیح خداوند رو داره به صدا در میاره او دوباره باز خواهد گشت اولین بار مثل یک بره مظلوم که برای گناه های ما روی صلیب رفت اولین بار با شرم و اوریانی روی صلیب کفاره گناهان ما شد اولین بار همه جلوی صلیب ایستادن و او را داوری کردند ولی او باز خواهد گشت عزیزان برای دومین بار او باز خواهد گشت مثل شیری از قبیله یهودا و او سلطنت خواهد کرد و سلطنتش رو انتهایی نخواهد بود اینو من نمیگم اشعیا نبی میگه او باز خواهد گشت این بار با شکوه عظمت جلال قدرت و همه کسانی که او رو داوری کردند در جلوی او خواهند ایستاد و او آنها را داوری خواهد کرد این همه حقایقی از آن انکار ناپذیر در نتیجه چقدر شایسته و بجاست که در این فصل آمادگی در این فصل انتظار با دعا و روزه تفکر و تعمق در حضور خدا باشیم تا هر زنجیر شرارت مثل عدم بخشش تلخی، کینه، حسد، وی ایمانی که تمامی اینا اعمال جسمه مثل یک زنجیر به انسان تازه بسته شده، چسبیده و اجازه نمیده اجازه نمیده کلیسا در هوشیاری و بیداری مثل اون باکره های دانا زندگی کنه و بیدار باشه برای آمدن خداوندش اجازه نمیده که اشتیاقی که خداوند میخواد برای نجات جانها در ما گذاشته بشه بیایم عزیزان در این ایام انتظار در دعا و روزه خلقت تازه رو تغذیه کنیم با دعا و روزه خلقت کهنه رو به زیر بکشیم تا حرف آخر او در زندگی ما نزنه یادتونه اون زمان که برق میرفت تو ایران مخصوصا وقتی مراد برقی بود یعنی جیغ و داد من بالا میرفت وقتی برق میرفت و بیشتر از همون چراغ فیتیله های قدیمی که فوری روشن میکردیم چقدر اول اون شیشه ها شفاف بود نیست بعد از مدتی میدیم جداره جدار درونی اون شیشه ها دود گرفته کدر شده و گاهی چقدر باید میسابیدیم تا دوباره بلورین بشه شفاف بشه نور از او تابیده بشه عزیزان میخوام بگم انسان نجاتی یافتم هم همینقدر ظرفیت داره تا در معرض اعمال جسم قرار بگیره که کدر و سیاه بشه و این ایام فرصتیه که یک دوش روحانی بگیریم که این سیحفامی ما به سفیدی برف بشه که جدارهای درونی قلب و جان و روح ما که باعث کری و کوری روحانی ما میشه پاک بشه و کلیسای خدا و عروس مسیح مستعد درخشیدن در این دنیایی که در شر و تاریکی گیر کرده این نور رو بتابونه چون هویت ما اینه نیست که نور جهان باشیم در متی باب پنجایه میگه شما نور عالمین شما نور عالمین بگذارید که این نور بر مردم بتابد بگذارید این واژه بگذارید رو عزیزان میخوام توجه کنم بسیار بار معنایی قوی داره یعنی انگار تماما به ما وابسته است نیست بگذاریم بگذاریم با دعا و روزه در حضور خدا این انسان باطنی ما تغذیه بشه و با آمادگی در این فصل انتظار به پیشواز تولد عیسی مسیح خداوندمون بریم میگذاریم ای خدا و میگذاریم که تو دل ما رو تفتیش کنی دل ما رو بشناسی فکرهای ما رو بیازمایی که ببینی آیا راه فساد در ماست میگذاریم ای خداوند اجازه میدیم که ما رو به طریق‌های جاودانی هدایت کنیم آمین هر بار که این آیه رو میخونم یاد زمانهای گذشته میافتم یادتون اون زمانها برنج مثل الان نبود برنج رو باز می‌کنی، اصلا نه آشغالی داره نه فضل موشی داره هیچی نداره ولی اون موقع‌ها یادم مادر بزرگم وقتی میخواست شاید هفته یک دو بار ما برنج میخوردیم برنج درست کنیم میریخت تو این سینی روحی و می‌برد جلوی آفتاب نگر میداشت تکون میداد ببینه فضل موش داره این فضل موش‌ها رو که پنهان شده بود در اون لابلای برنج پیدا کنه در بیاره بگذاریم عزیزان بگذاریم که در این روزها با تکیه به قوت روح دلهامونو مثل اون برنج ها روی مذبح خداوند بریزیم تا خداوند اون فضل موش ها رو به ما نشون بده آمین, آمین. اون خطایای مخفی کیست که از خطایای مخفی خودش متوجه باشه این خطایای مخفی از آن که نمیذاره نور عیسی در جهانی که در حاکمیت شر و تاریکیه بتابه و منور کنه دنیا رو و میخوام بگم این یک فوریت عزیزان برای تمام کلیساها ها کلیسایی که زنده است کلیسایی که مشتاق و منتظر به بازگشت خداوندشه کلیسایی که مشتاق با رویای خداوندش که نجات جان هاست همدل بشه همراز بشه این یک فوریت برای افراد و آمین که غیرت و اشتیاق در دل ما برانگیخته بشه و باشه که نتیجه این سیر و سلوک روحانی ما در این ایام انتظار از ما عروس بسازه که جان های گم شده رو نزد این چشمه آب حیات بیاریم آمین و نه فقط ما حقیقتا یک کریسمس دیگه ای رو تجربه کنیم بلکه عزیزانی که هیچ سرود تازه‌ای و لبان اونا جاری نشده هیچ عشق و محبت حقیقی رو تجربه نکردن اونها هم امسال با ما یک کریسمس متفاوتی رو تجربه کنند. و آخرین پیام کریسمس که برای دردمندانه این پیام مثل یک نبوتیه که واقعا این چند روز در دل من خیلی عجیب میجوشید و اگه تو عزیزی که اینجا روی این سندلیا هستی خدا میخواد با تو صحبت کنه و عزیزی که از طریق یوتیوب و هر رسانه ای داری الان میشنوی یا زمانی میشنوی اگر در شرایط تاریکی به سر میبری اگر خدا رو در زندگی خودت قایب میبینی اگر همه چیز در پهنه زندگی تو حکایت از این داره حکایت از این میده که هیچ گوش شنوایی به وضعیت غم تو نیست خود تو عجیب تک و تنها احساس میکنی خودتو تو یه جوری پر از ضعف احساس میکنی عدم کفایت احساس میکنی برای اینکه بتونیم گره کورا رو در زندگی خودت باز کنی خداوند امروز به تو میگه دل قوی دار تولد عیسی تولد این نور عالم نوید هر شکست هر غم و اندوه و لعنت در زندگی توست تولد عیسی مسیح فریاد میزنه عزیزی که میخواد قلبش رو به عیسی مسیح بده این فریادی که میخواد در زندگی تو زده بشه که خداوند امانوئیل خدا با توست درون توست در هر شرایطی تولد عیسی از اون پیام کسی برای کسیه که قلبش رو به عیسی مسیح میده و به او پناه میبره خداوند به تو میگه با این سپردن قلبت یعنی تو محاصره میشی در نیکوی و رحمت خدا آمین و تو مثل خداوند شکست ناپذیر میشی باشه که در این فصل مبارک قلب تو به او بسپاری و با حالتی از پرستش و کرنش و ایمان به این تولد نور عالم نزدیک بشی ستایشش کنی به خصوص ما در جشن خواهران راجب ستایش و پرستش و شکرگذاری صحبت کردیم که چطور قدرت تاریکی بدی در زندگی تو شکسته میشه در زندگی کسی که قلبش رو به عیسی مسیح آورده داده در کلام خدا هم میگه اینطور میگه که آنانی که به عیسی پناه میآورند، جملگی شادمان خواهند شد مخصوصا کسایی که در غم و اندوه به سر میبرن و میخوام به تو بگم خداوند به تو میگه خوشا به حال تو اگر ایمان بیاری زیرا آنچه که از جانب خداوند شد برای تو امسال انجام خواهد شد آمین, آمین. از آن در آخر میخوایم دعا کنیم چشمای خودمون رو ببندیم من برای خودم احساس میکنم اول باید برای خودم دعا کنم و اگه این دعا با قلب شما هم هماهنگ میتونین دعا رو برای خودتون بکنید ای خداوند ای خداوند ای خداوند کلامتون تو میگه که بسیار معلم نشوید که بر شما داوری شدیدتری خواهد شد پس این لحظه خداوند در این ایام که داریم آماده میشیم برای تولد مبارک تو برای اینکه خداوند بیشتر از همیشه اشتیاق داریم برای بازگشت تو خود من دعای من برای قلبم اینه که خطایای مخفی منو به من نشون بدی خداوند منو از تمامی اون اعمال متکبرانه گستاخانه که بر من مسلط میشه که گاهن من متوجه نمیشم ای خداوند و خیلی طبیعی میدونم خداوند منو آزاد کنی تو به زودی میای ای خداوند و میخوام وقتی چشمم به چشمای چون آتش تو میفته بی باشم ای خداوند و از گناه عظیم مبرا ای خداوند کلیسای عزیز تو رو به حضور تو بلند می کنم و عزیزانی که خداوند در توافق با کلام تو هستن و این راز ابدی برای اونا باز شده و این تصمیم سرنوشت سازو گرفتن که به تو به یک بله جاودانی بگن تا دو در آخر قلبشون در این ایام به دنیا بیای متولد بشی تا حقیقتا بچشن و ببینن که خدا در عیسی چقدر نیکوست خداوند دعا میکنم که در نام عیسی مسیح همطور که فوجی از فرشتگان در زمان تولد تو خداوند با اون جلال و شکوه پرواز میکردن و میسراییدن شادمانه که سلامتی رو بر زمین اعلام میکردن رضامندی رو بر تمامی مردمان بر تمامی بشریتی که الان آسیه بشریتی که الان در درد و رنج و آه و ناله و رنج به سر میبره خداوند این اعلان رو میخوایم بکنیم خداوند و گوشه به گوشه این دنیا که در رنج و درد به سر میبره و کلیسای تو خداوند و عروسان تو و عزیزانی که خداوند میخوان قلبشون رو به تو بسپرن خداوند دعا میکنیم که در این ایام انتظار خداوند در حضور تو هر بلندی به زیر بیفته خداوند هر جایی که خالی پر بشه خداوند هر کجی راست بشه هر ناهمواری هموار بشه تا این پادشاه جلال در زندگی تک تک ما دیده بشه تا در این ایام به خصوص در تولد تو و در زمان بازگشت تو حقیقتا سلامتی رو بر زمین و رضامندی رو بر تک تک قلب های ما و پوست و گوشت و استخونمون تجربه کنیم چون دعا کردیم در نام قدوس عیسی مسیح خداوند و کلیسای محبوب و عزیزش با تمام قوای خود اگر ایمان داره که این پیام از آن اوست میگه آمین آمین